توی این ویدیو میخواییم بپردازیم به افرادی که مشکل گوز پشت دارن و ببینیم که آیا امکان برطرف کردن این مشکل با ورزش به شکل حرکات اصلاحی وجود داره یا نه. با من همراه. سلام، من هومن رحمانی هم، فیزیولوژیست ورزش، اینجا فیت با من. قبل از اینکه بخوایم با هم بحث رو شروع کنیم، ازت میخوام اگر تا الان کانال من رو سابسکرایب نکردین کارو انجام بدی که به من کلی انرژی مثبت میده. امروز میخوایم با هم دیگه بررسی کنیم ببینیم افرادی که دچار گوز پشتی یا همون عارضه هایپرکایفوزیس میشن چه اتفاقی براشون از لحاظ ساختاری میفته، چه عضلاتی کوتاه میشن و چه عضلاتی کشیده میشن و باید برای هر کدومشون چه کاری انجام بدیم. من میخوام این ویدیو رو به دو بخش تقسیم کنم که توی قسمت و پارت اولش در رابطه با عضلات ضعیف شده با هم صحبت کنیم و در پارت دومش در رابطه با عضلاتی صحبت کنیم که کوتاه میشن و بکشونیمش. ببین اگه بخوام این عارضه رو تشریح کنم که اصلا چه اتفاقی میفته، به این شکل اگه ما در نظر بگیریم افرادی که گوز پشتی دارن، این اتفاق براشون رخ میده، یعنی اینکه پشتشون گرد میشه و سینه هاشون میره به سمت داخل. اولین اتفاقی که میفته در عضلات پشت، ما یک ضعفی رو ایجاد میکنیم که این عضلات کاملا کشیده و بلند میشن و در طولانی مدت باعث میشه که کارایی این عضلات ضعیف شه. عضله ترپزیوس از بالا تا پایینش، عضله رومبوید و همینطور عضلات پشتی بزرگ هم حتی میتونه درگیر بشه. پس اگه من بخوام جلوی این عارضه وایسم، باید یه سری تمرینات تخصصی انجام بدم که این عضلات دوباره قوی بشن و برگردن سر جای خودشون. من برای 3 تمرین در نظر گرفتم که با هم دیگه انجام بدیم که کمک میکنه که به راحتی توی منزل یا اگر هم سر کار هستید در سر کارت این عضلات رو تمرین بدی که به مرور زمان بتونی این عارضه رو برطرفش کنی. خب حرکت اولمون حرکت شرایک با دمبله. اگر دمبل نداشتی میتونی از مثلا 2 آب معدنی استفاده کنی، از چیزای سنگینی که وزنشون برابر هم باشه. میتونی نشسته انجام بدی یا ایستاده، فرقی نداره. وای میسی سر به رو به رو، به آرومی شونهاتو از پشت میشستونی و همدیگه میاری بالا و به آرومی میاری پایین. یادت باشه این حرکت باید با کنترل خیلی زیادی انجام بشه، یعنی اینکه پرتاب شونه ها نباید باشه. خیلی با تمرکز انقباض میره به سمت بالا، پشت میشسته با همدیگه و میاد پایین. با این حرکت ما میتونیم عضلات ترپزیوس بخش اولش رو تقویت کنیم که بسیار کمک میکنه که این عارضه رو ما برطرفش کنیم. خب حرکت دومی که ما میتونیم اجرا کنیم، دوباره با همین دمبلی که داریم میتونیم خم بشیم. یه کوچولو من از پهلوام به زاویه بدنمو نشون میدم، میتونیم خم بشیم، هم زانوهامون خم، هم لگن و همین که کمرمون گوز نیست. به آرومی دستمون رو میاریم بالا، عضلات پشتمون رو میشستونیم با هم دیگه و دوباره برمیگردیم سر جای اولش. باید با کنترل خیلی زیادی اجرا بشه. فشار خیلی خوبی به عضلات کول میانی یا همون ترپزیوس میانی میاره که کمک میکنه عضلاتی که تضعیف شدن مجددا قوی بشن. خب حرکت سومی هم که میخوام بهت بگم حرکت نشر خم با دمبل که برای عضلات دلتوئیده، اما میخوام بهت یه جوری بگم که اجرا کنی علاوه بر عضلات دلتوئید عضلات ترپزیوس و رومبوید رو هم درگیر کنی که اون عضلات رو تقویت کنی. باز هم به همون پوزیشنی که با هم دیگه دیدیم خم میشی، ولی این سری دیگه دستت رو به شکل فلای باز میکنی و به آرومی میاری پایین. دست نه خیلی جلو میاد نه خیلی پهلو، یک مقدار به سمت عقب. خب 3 حرکت خیلی ساده اما مفید با هم دیگه بررسی کردیم که به راحتی هر جای قابل اجراست، یعنی هم داخل منزل هم داخل شرکت ها و محل کارتون قابل اجراست. مخصوصا افرادی که پشت میز نشین هستن، من توصیه میکنم که هر 4-5 ساعت یه بار این تمرینات رو انجام بدن که میتونن حدوداً بین 3-4 ست 15-25 تکراری هر کدوم از حرکات رو اجرا کنن و اینکه تا تقریباً به مرز خستگی برسونن اون عضلات که رفته رفته اون عضلات ضعیف ما تقویت بشه. ما این جلسه رو با هم دیگه به پایان رسوندیم با عضلات تضعیف شده. یادت باشه جلسه بعدی میخوایم بریم سراغ عضلات گروه عضلانی جلوی بدن که توی این عارضه کوتاه میشن، که اونا خیلی مهمه که دوباره کشیده بشن و برگردن سر جای خودشون. پس حتما نوتیفیکیشنمون رو روشن کن که اگه پست جدید گذاشتم برات بیاد که از دست ندی ویدیوی بعدی. ممنونم ازت که لایک میکنی که اینا همش باعث میشه من انرژی بگیرم و برات پستای آموزشی بذارم. باهوش ورزش کن، خدا نگهدار.